خودتو معرفی میکنی؟ علیرضا رجبی هستم از کرج. این آقای علیرضا رجبی از کرج به من گفتش که لطفاً سوال آسون بپرسم. دو تا چهار تا یه سوال دیگه دوست داری که ازت بپرسم جلوی دوربین؟ بپرسم. هرچی دوست دارم، هرچی دل تنگم میخواد بگم. چه کاری آماده کردی ازم برای اجرا؟ یه دونه کار از آرمان همتی آماده کردم به اسم خاک، بعد یه کارم به اسم مسافر است که مال خودمه. اگه یعنی شعر و تنظیم آهنگ مال خودتون؟ بله شعر نم، شعر مال دوستمه ولی آهنگ مال خودم. آهنگ مال خودتونه. اگه قرار باشه یکی از این کارا رو اجرا بکنی کدوم؟ خاک میکنی؟ آره، همتی رو. هدفت از شرکت در نیکس پرژن استار چی بود؟ به چه دلیلی، چی شد که خواستی به دبی بیای و توی این مسابقه شرکت کنی؟ والا قبل از اینکه من بخوام صحبتی شروع کنم، از آقای قیاسی تشکر ویژه بکنم که واسه جوانای ما یه سکوی پرتاب اینجا درست کرده. هدف اصلیم این بود که اینجا رو واسه خودم یه محک دیدم، گفتم که بیام اینجا خودم یه محکی بزنم ببینم چند مرده علاجه. اگر جواب هیئت جوری منفی بود، فکر میکنی چه کار باید بکنی؟ به کارم ادامه میدم. من به کارم ادامه میدم. حرف آخرت برای دوربین نیکست پرژن استار؟ حرف آخرم اینه که هر کسی میخواد به این مسابقه بیاد باید واقعا تمرین کرده باشه. یعنی این مثل سریای قبلی، هر سری پیشرفته تر میشن، واقعا باید تمرین. من بچه ها رو میبینم واقعا قوی هستن. هر کی میخواد به این مسابقه بیاد واقعا باید تمرین کرده باشه. حرف آخرم همینه. کارای آقای آرمان همتی از ایران. بله. اسم خاک. بله. کار دوم اسمش هستش مسافر. شعرش از آقای حیدر مردان است، آهنگ خودم هستش. اگه نه خواهش میکنم راحت بشین. شروع کنم؟ بفرمایید. اگه خاکم به تن با، اگه مغلوب کبیرم، اگه همسایه غربت، اگه از آینه سیرم، اگه از دریای چشمات سهم من یه قطره آبه، اگه لبخند قشنگت واسه من مثل سرابه، دل خوشم به باغ دستات که حریم امن رویاست، یه حقیقت مسلم پشت دیواره دل ماست، دل خوشم به آسمونی که پر از ابر تو باشه، خنده یه گم شده یه من روی لبهای تو باشه، اگه روزگاری حرفای ما رو شنیدی، یادی از غربت ما کن هر کجا ستاره دیدی، اگه از دریای چشما سهم من یه قطره آبه، اگه لبخند قشنگت واسه من مثل سرابه، دل خوشم به باغ دستات که حریم امن رویاست، یه حقیقت مسلم پشت دیواره دل ماست، دل خوشم ابر تو باشه، خنده یه گم شده یه من روی لبهای تو باشه.
دومی چی عزیز جان؟ گفتید که مسافر. بفرمایید. خیلی گلوم خوش شد. آها مسافر غریب، نگاه بکن دور و بر، چشام به راه جاده هاست، یواش بیا یواش بالا. یکی تو این شهر شلو میخواد ببینه با سرو رنگ چشاتو، دوست داره عاشقت، نرو نرو. دلم میگیره هی برات واسه شنیدن صدات، میتپه باز قلب یخی با حرم داغ نفسات. نکنه خیلی خوش اومدید. من اون صداتون رو دوست دارم، صداتون خوبه، چیزای مثبتی که اول خدمت درس کنم، احساستون خوبه، خیلی کروشندو و وسعت صدا بود، اون فورته ها و کروشندو خیلی به جا و قشنگ بود، مخصوصا در آهنگ اول. آهنگ دوم من باش مشکل داشتم، فکر میکنم شما بیشتر تون صدات صمیمیتره با آهنگ اول، یعنی یه مقدار تو این کار هول شدم. آره یه مقدار اصلا این مدلاسیون های زیادی این چینجا و یه خورده هی این کورد چینجا و اینا اصلا زیادی خودتو فکر میکنم عذاب بی خودی دادی سر این آهنگ دومیه. همون آهنگ اول دلپذیر بود به اندازه کافی و من دوست داشتم. صداتون یونیکه، صدای خودتون راحت اجرا میکنید، یه مقداری در موقع صحبت چهره بسیار مهربون و بشاشی دارین، حس میکنم موقع خوندن همین چهره رو هم داشته باشید تا اخم و اینا باشه، صمیمیتر حتی ارتباط بهتری با بیننده برقرار میتونید بکنید. من پسندیدم، موفق باشید. علیرضا جان آهنگ اول تو خودت ساخته بودی؟ آهنگ اول مال آقای آرمان همتیه از ایران. بله ایشون آهنگ سازن؟ نه آهنگ ماله اون، آهنگسازش رو دقیقا نمیدونم کی هست. از منظور از همکاران در ایران هست. از همکاران ذره اولا شبیه ماه پیشونی گوگوش بود، ولی مسئله من نوشتم. ولی اونش حالا اشکال نداره، ولی مسئله که هست یه چیز مهمی که میخوام به شما بگم اینه که شما حالت روبه پرده رو خوب تحریر میندازی توی کارات، مثل مثلا خیلی ها که میدونیم، ولی یه جایی هم خیلی پاپ میخونی، تحریرهای پاپی میدی و کامباین کردن این دوتا خیلی مهمه که چطوری. چون من اصولا دوست دارم کسی که پاپ میخونه و مثل آقای احسان، مثل آقای صادقی، مثل امید عزیز، خیلی مثلا به دل نشینیم اینجوری، من خودم اصلا سلیقه‌مه، ولی شما یه جوری یه جایی میرفتی بعد یه جایی پاپ میکردی که اینا به هم مربوط زیاد نمیشد. درست. صد درصد روش بیشتر کار کن. حتما. بعد آهنگ دومم همون معلوم بود ذره استرس داشتیم، اشکال نداره، ولی خب اون آهنگم کی ساخته بود؟ اونم مال همون آهنگ. نه آهنگ خودم بودش. اون خودت می‌ساخت. خیلی موو می‌کردی، فلای می‌پریدی این برنامه رو کرد اینا، ولی خب اونم سلیقه است. صداتون رو من رضایت دارم ازش، صدای خوبی داری، منتها فقط روش کار بکنی که روی کجا بری ایرانیش کنی، کجا پاپ کنی، چجوری اینا رو با هم قاطی کنی خیلی مهمه. پرسنالیتتون هم خیلی خوبه، سازدارتون هم خوبه، گیتارتون هم کوک بود.
به هر حال بیشتر کار بکنین. رو تعریضا خیلی خوبه. چون وسعت صدای خوبی دارین، فقط این ایرانی و پاپ کردنش رو یه ذره بیشتر روش کار کن. بیشتر به دل میشینه. ان شاء الله موفق بشی. حتما. ولعزیز جان، منم که سعی می‌کنم حسنا رو ببینم، برای اینکه دوست ندارم که عیب‌ها رو ببینم، ولی به دلیل اینکه وظیفه هم به اینجا به عهده ما گذاشته شده، عیب که چه عرض کنم، کسی به همه چیز هستیم. ولی من تعجبم از این بود شما به عنوان کسی که یک آهنگسازید، چطور سبک اولی که خوندید، ترانه‌ای که انتخاب کردین، با اونی که خودتون ساختین، دو دنیای بسیار متفاوت بود. من به خاطر همین تفاوتش این کارو کردم. گفتم که یه چیز متفاوت باشه. درسته، ما همیشه میگیم باید یونیک بود، متفاوت بود، ولی تفاوت باید جایی باشه که اولا وقتی هر کاری رو شما به صداقت نداشته باشی و دوست نداشته باشی، نمیتونی درست اینو نشونش بدی. وقتیش من دیدم آهنگی که شما ساختید همش مودلشن میشه، میره این ور به اون ور، یه حالت خیلی غربی داره، بعد اون ترانه که انتخاب کردین به کل یه حالت ایرانی داشت. این یه مقدار نشون میده که شاید هنوز اون خودتو پیدا نکردی و به همین دلیل بود که ترانه دوم رو خوب نتونستی اجرا بکنی. شجاعت تو دوست دارم به قول امید. خواهش میکنم. آدم شجاعیه. دقیقاً اون تیکه رو وای پرده‌ای که رفت قوی بود. صدا داری؟ مشخصه. به نظر من اجرات هم بسیار خوب بود، مخصوصا همون کاری که از پاپ به ایرانی رفتی و اون قسمت اصلا به نظر من دلنشین ترین قسمتش همون بود. یعنی تو گوش خیلی خیلی زیبا نشست. به عقیده من خیلی راحت هستی، خیلی راحت میخونی. اگر همین چیزای کوچولو کوچولو رو که بچه ها دارن میگن آویزه گوشت بکنی، میتونی خواننده بسیار خوبی باشی و سعی بکن که چیزی رو انتخاب بکنی که خودت بیشتر خودت باشی. آره، ولی به نظر من حتما در دوره بعد من میبینم اتالا من که من خیلی دوست داشتم. آره آره دقیقا. مرسی از آن لطف کردیم، واقعا لطف کردیم، استفاده کردم. قربان شما. خیلی من از مسابقه اومدم، خیلی عالی بود، خیلی خوش گذشت بهم. بعد آقای وارتان خیلی خوشش اومد، آقای منصور خیلی خوشش اومد از کارم، آقای مقدم همینجور، آقای امیدم همینجور، خیلی خوش گذشت، خیلی دوست داشتم. بعد از شبکه تی فرشی هم واقعا تشکر میکنم، برای اینکه واسه ما یه همچین موقعیتی رو ایجاد کرد، ما اومدیم اینجا خودمون رو یه محک داریم. مرسی، خیلی ممنون.